بهترین خاطرهای زندگیمون رو برامون ساخته. علیرضا بیرانوند. به 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 به. اصلا سمت منم نیا چون کرونا افتاده وسط فوتبالیستا. فاصله بگیرم. آره هر چقدر میتونی 7-8 متر. به افتخارش یه بار دیگه خواهش میکنم. حالا چطوره؟ آره دکمه رو چرا باز کردی؟ گفتم که ذره نه دکمه باید باز ساده دکمه بسته باشه. واقعا؟ آره منو که میبینی نمیبندم. خب دیگه دلیلش میدونی چیه؟ چاق شدم. منم استجار زمین نکنه داره. خب منم سلام میکنم خدمت بینندگان عزیز و علی آقا ضیا عزیز. ببندم دیگه. درگیری دیگه الان. پیشاپیش سال نو رو به همتون تبریک میگم. ان شاءالله که سال خوبی داشته باشید. در خدمتتون. قربون شما برم. حالا چطوره؟ ممنون متشکرم. خوبی؟ شما خوبی؟ بله. خدا روش. من شما رو میبینم همیشه خوبم. فدات شم مرسی. سرحالی امشب که آره. رو خیلی خوبم. اصلا تو رو میبینم خدا وکیلی حالم خوب میشه. مرسی ممنون. قربونت برم. اوضاع چطوره راستی در مورد تیمتون میگین کرونا اینا که الان تو پرسپولیس که تست دادین تست گرفتین چون افتاده تو فوتبالیستا در دنیا مربی‌ها بازیکن‌ها متاسفانه خب به هر حال این ویروس جهانی شده دیگه به هر حال خب اوضاع ما هم تا دو روز پیش داشتیم تمرین می‌کردیم خب برای بعد از بازی با پدیده ما این ویروس که این کرونا که وارد ایران شد خب به هر حال به ما برنامه دادن که 14 فروردین 17 فروردین ما بازی می‌کنیم و کادر فنی به ما 4-5 روز مرخصی دادن که ما رفتیم به خاطر اینکه خب این ویروس سفر رفتی نه 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 گداری میگی رفتی نه سفر گوش رفتی کن من بزنم. نه 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 سفر الان... من کجاست ببین نگاه کن بذار من بگم الان دیگه. الان داری یه چیزی درست میکنی معذرت میخوام میخوای یه خالی من... این وسط ببندی جایی ندارم من جایی ندارم خب رفتی خرم آباد نه ویلایی دارم شمال نه خونه ای دارم شمال شمال نه خب این بر رفتی کلا خرم‌آباد که اون موقعی که مرخصی دادن 3 نفر بودن فکر کنم همش گرفته بودن تو استان لرستان نه خود خرم‌آباد 3 نفر بودن ما هم بعد از 6-7 ماه گفتیم پدر مادرمون رو ندیدیم برحال این سفرشون بزنیم اشتباه کردی ولی نه تو اون اوج چیزش نبود هنوز اوج نشد نه واقعا اوج چیز نبودم چون بهترین فرصت بود واسه خودم و خب گفتم یه سر به پدر مادرم بزنم خب برحال بعد از 4-5 روز ما مرخصی اومدیم سر تمرین و کل لیگو تعطیل کردن و ما هم دیگه متوجهم فقط یه چیزی بگم این کاری که شما انجام دادی در صفرش حالا شما علیرضا بیرانوند بطن چپ قلب من همینجوری میگه علیرضا بیرانوند علیرضا بیرانوند میدونی چقدر دوستت دارم ولی در صفرش کار درستی نیست به جهت اینکه ممکنه شما ناقل باشی به هر دلیلی خدای نکرده و این بیماری رو ببری در خانه خودتون پیش پدر مادرتون با همون دیدبوسی همون دلتنگی یا هر اتفاق دیگه نه خب میگم هیچکی نباید بکنه حالا ولش کن اون اصلا. اتفاقی که افتاد الان میگم من واقعا یه اتفاقی افتاده که من اگه اومدم اینجا واسه هموطنان عزیزم واسه مردم عزیزم دارم میگم واقعا باید خودمون به خودمون کمک باری کنیم کلا و اگه خودمون رو دوست داریم اگه واقعا همدیگه رو دوست داریم باید واقعا تو خونه بمونیم عید همیشه هست 13 به در هر سال هست این یه سال 13 به در ما نریم یه ویروس جهانیه چرا مردم جهان از مردم ایران الگو نگیرن چرا اولین کشوری ما نباشیم که این ویروس شکست بدیم ایشان. و انشالله که مردم تو خوناشون میمونن و این ویروس شکست ایشان. بچه های پرسپولیس خبر داری تست دادن میخوام ببینم کسی انشالله هیچ چیش نباشه نه خدا رو شکر ما تا آخرین تمرینی که داشتیم فکرم پریروز بود همه سرحال بودن و خب ولی خب خیلی استرس داشتیم واقعا و خب کارت فنی هم سلام دیدن که دیگه ما تمرین نکنیم و واقعا تستی چیز ندیدیم من الان میبینم میگن تمام تیمای اروپایی تست میگیرن یعنی نشون نمیده اون که داری یا نه کرونا دارن یا نه ولی واقعا تست میگیرن خب یهو 4-3 نفرشون دارن که خب سریع میبرنشون قرنطینه و خب اون کاری که باید انجام بدن و خوب میشن زود ولی ما الان نمیدونیم شاید به قول معروف شاید همه بیشتر فوتبالیست‌ها یا بیشتر مردمشون بدنشون قویه شاید ندونن داشته باشن یا نه یعنی تست ندارن نه ما هنوز این به صورت سراسری تو تیم هم این اتفاق تو این تیم باید این اتفاق بیفته علی آقا یعنی واقعا اتفاق بیفته که الان که دیگه همه جا فوتبال ما کلا تعطیل شده و سخت بازیکن‌ها رو بخوان پیدا کنن و بخوان این تست ازشون بگیرن بالاخره تک تک بازیکن‌ها پرسپولیس بازیکن‌های تیم‌های دیگه سرمایه ملی ان دیگه واقعا باید بهشون رسیدگی بشه یه خبر یا چند وقت پیش داشتیم که علیرضا بیرانوند ترانسفر میشه و یه پول خوبی هم برای پرسپولیس میمونه و
علیرضا موقعیتش رو داشته، به خاطر پرسپولیس گفته تا نیم فصل میمونم، میتونسته طبق بندایی که وجود داره هر چقدر سریعتر بره. معرفت رو بارها و بارها به پرسپولیسیا نشون دادی، موندی، ولی یهو همه چی عوض شد. ها چی عوض شد؟ یعنی میری یا نمیری آخرش؟ ببین من خب قرارداد بستم، من همه میدونن که من قرارداد رسمی با این تیم بلژیکی بستم و خب اون درصد مبلغ واسه پول رضایت هم یه درصد ریختم به حساب باشگاه پرسپولیس و این 100%، یعنی من بعد از این فصل من قراردادم کلا با پرسپولیس تموم میشه و خب این تیم بلژیکی میرم و خب افتخار میکنم که تو این چند سال به خاطر پرسپولیس تا پایان فصل موندی. من واقعا موندم، من میتونستم نیم فصل برم. صحبتی که با آقای انصاری فر با اون تیم بلژیکی داشتم این بود که من بتونم امسال به تیمم کمک کنم، چون میدونستم که این سالم میتونم قهرمان بشم با پرسپولیس و یه سال خیلی خوب میشه برام که تو 4 سال 4 تا قهرمانی بیاری کنم. اتفاقی افتخار خیلی بزرگه. انشالله که این اتفاق میفته. انشالله. کی لیورپول میری؟ تیم های بزرگ ببین خب آخه شایستگی شده نه یکی آرزوامه علی آقا عزیز، یکی آرزوامه که این اتفاق برام بیفته انشالله. همیشه هم گفتم آرزوی همه ایران آرزو داره این کار بشه. من میگم افتخار کنم بیشتر. مرسی عزیزم. من میگم آرزوی من سخت ندارم، ولی خب مطمئن باش همین جوری تا جایی که میتونم افتخار کسب کنم، مردم رو خوشحال کنم و خدا خیلی دوستم داشت که یه زمانی این اتفاق برام افتاد که من لژیونر بشم که هنوز معلوم نیست حالا اگه این کرونا بذاره و ممکن یه سال فوتبال واقعا تعطیل بشه. واقعا من همین میگم، میگم حتی شاید یه اتفاقی بیفته اصلا شاید من نتونم اگه پرسپولیس امسال بتونه قهرمان بشه نتونم حتی جشن رو با پرسپولیس بگیرم، چون بگم لیگ اونا اگه اتفاق نیفته بیشتر زودتر تموم میشه و اینجوری که ما تو ایرانمون داریم پیش میریم شاید خیلی طول بکشه بازیامون بخوان ادامه داشته باشه و به خاطر همین بالاخره فکر می‌کنم در مورد فوتبال یه تصمیم جهانی گرفته بشه، چون همه لیگ‌ها به هم وصله دیگه. ببین یه اتفاق خیلی بزرگی که افتاد، خب به هر حال شما سرمربی لیورپول در میاد میگه ما حاضریم اصلا فوتبال بازی نکنیم و خب این یه اتفاق خیلی بزرگیه، یعنی یه اتفاقی که واقعا هممون رو نگران کرده علی آقا. یعنی من واقعا بعد از تمرین، یعنی بعد از موقعی که ما رو تعطیل کردن هنوز از خونه بیرون نیومدم. این اولین بارمه که شما منو دعوت کردی عزیزم و به خاطر مردم عزیزم خودت که خیلی دوست دارم اومدم اینجا و واقعا خیلی استرس داریم، امیدوارم که هر چیز زودتر از بین بره. هیچ خبری در فضای مجازی ازت وجود نداشت، همه چی آروم بود، یا یک ویدیویی اومد ماسک رو برعکس زده بودی. ببین جون علی اینا رو گوش کن، گوش کن، منو گوش کن، از قصد انجام میدی؟ گوش کن، اتفاقا میخواستم بیارمش با خودم که بزنی. من میخواستم بیارم که بزنیش. من ماسک تو رو بزنم میمیرم. نه دو سه تا داریم دیگه، دکتر به حالا 3-4 تا ما داده که تو خونه ازش استفاده کنیم. تو خونه که ماسک نه کلا میایم بیرون دیگه، تو فقط دنبال اینی من امشب اذیت کنی. ولی من سرحالم امشب، گوش کن، دوست دارم اومدم یکی اون ماسک رو بیارم برات که استفاده نشده. منم همون مال خودم میارم میزنم دیگه، توضیح هم دادم. شما اگه بازی با پدیده است کن ویدیوش دیدی، میگم این همونه، میگم همونه، کجاش این مشکل داره؟ فقط چون این رو به عقب که میبردی علی آقا جون عزیزم دو تا کش داشت، خب این کشاش ذره تنگ بود، خب این پشتم پشت گوشو اذیت میکرد، یکیشون رو آزاد کردم که راحت ببندم، اگه نه هیچ مشکلی نداره. دو تا کشش رو یک کشش آزاد کردی؟ آزاد ماسک کردم، آوردم پایین، گفتم این ماسک رو این کشه بازتر بشه، چون دو تا بودن. یعنی آها قشن... فشار می آورده. خدا پدر مادر تو بیامرزه. مخلص میگه ماسک رو آورده این الان بچه ها نه از این نه از این ماسک نیست نیست نه اصلا علیرضا بیرانوند ماسک برعکس نزده، من از شما معذرت بخوام، من ماسک برعکس زدم. نه شما چرا نه نه بذار اجازه بده، آقا اجازه بده، مال رفیق بالاخره، من با هم مسئولیت رفیق هم یه چی هم بگم، همیشه میگم پشت آدم های بزرگ حرف زیاده، خدا پدر مادرت بگم. بریم یه بخشی رو بچه های با آماده کردم ویژه برای علیرضا بیرانوند، اصلا موسیقی برات ساختیم. مرسی، باورت میشه؟ بریم ببینیم این بخش رو کوتاه برمیگردیم دوباره با علیرضا بیرانوند. خب رفتیم آگهی ها رو دیدیم و برگشتیم با علیرضا بیرانوند، داریم صحبت میکنیم. الان دقیقا 2.90 متر با هم فاصله داریم. خدا رو شکر. شما اینجا بودی، نزدیک بودی،
فاصلمون یک متر خورده‌ای بودش، کافی بود البته. حالا هم چی میگه؟ الان یه من خیالم راحت. شما خیالت راحته، باش اشکال نداره. آقای بیرانوند، حالا ماسکو که چی بگذاریم، سوال اصلیم اینه که پرسپولیس چرا آن فالو کردی؟ پرسپولیسو اینو میشه راست بگی به من؟ قشنگ میخوام راست بگم دیگه، قشنگ اگه گوش بدی، اگه اجازه بدی. چشم. ببین، چون اتفاقی افتاد که همه گفتن چون حالا بیرانوند قرارداد بسته اون تیم و پرسپولیس، اصلا همچین چیزی نیست. من فقط میخوام واسه هوادارا، واسه کسایی که واقعا پرسپولیس دوست دارن میخوام بگم. ببین، ما علی آقا جان، ما تمام هوادارایی که بیشتر هوادارایی که داریم شهرستانن دیگه، حالا شاید چند درصد شمال تهران باشن. ببین، پیج باشگاه پرسپولیس خب به هر حال الان 4-5 میلیون فالوور داره. به هر حال پرسپولیس معتبر و تیک آبی داره. بله، به هر حال خب به هر حال این پیج دست اسپانسر داده بودن، دست اسپانسر پرسپولیس، و خب به هر حال دو سه بار اومد با من صحبت کرد که یه مصاحبه کنم در برای اسپانسر، یه ذره صحبت کنم. من گفتم خب من تمام تمرکزم رو گذاشتم برای تمرین و بازی که داریم، میشه من امروز مصاحبه نکنم؟ دو سه روز اومد که مصاحبه کنم، من مصاحبه نکردم و دیدم که پیچوندی. یا واقعا؟ نه، واقعا نمیخواستم ذهنت... مصاحبه کنم، واقعا نمیخواستم، چون به ما فکرم بعد از بازی با الدوهیل بود و برحال باخته بودیم، یه ذره عصبی بودم و واقعا ذهنم هم ذره درگیر بود. ربطی به وصولی ها و پولی ندادم؟ نه، واقعا نه. بعد از یک هفته دیدم این پیج باشگاه پرسپولیس اصلا هیچ عکسی از من نمیذاره سر تمرین ها. بعد پدرم زنگ زد گفت نمیری تمرین؟ گفتم چرا؟ گفت ما پیج باشگاه رو فالو داشتن نگاه میکردن. گفت اصلا تو این پیج نیستی، یعنی ما یک هفته از این نگاه میکنیم مثلا تو سر تمرین نیستی. و من واقعا ناراحت شدم. من خودم فالو داشتم، دوست داشتم که خب برای مردم، خب من زحمت کشیدم برای پرسپولیس، خب برای 4 سال اینجا بودم، خب بیشتر تو بعد تبلیغاتی هم اگه باشه باید امثال بیرانوند و شجاع غلیظ‌زاده و سید جلال حسینی، علیپور، احمد نوراللهی بیشتر تو بعد تبلیغات باید تو این پیج باشن، یعنی تو تعمیلاتشون باید خب بیشتر هوادارا زوم میکنن رو ماها. ولی خب دیدم وقتی که این اتفاق نمیفته یه چیز شخصی بود، من گفتم چون خودم رو نمیبینم تو این پیج، واقعا آن فالوش کردم و نمیخوام اصلا هوادارا ناراحت بشن و فقط میدونم که این پیج دست یه آدم بی سواد بود. همین یه خوره پس رفتار شخصی بوده دیگه. بله، من هیچ مشکلی با پرسپولیس نداشتم. متوجه. یعنی پیج برگرده به یه دست یک عزیزی، حالا چون شما یه لفظی براشون به کار بردیم و من اینشون نمیشناسم، هر کی هستم محترمن، برگرده به دسته یک کس دیگه ای، ممکن شما فالو کنید. من شک نکن، من میگم دسته یه اسپانسری بود که وقتی که به خاطر یک مصاحبه میاد با کسایی که واسه پرسپولیس زحمت کشیدن لج میکنی عکسش نمیذاری. حالا مطمئن لج بوده؟ من با لج واسه دو روزه، یه روزه، سه روزه، نه یک هفته پشت سر هم عکس از من نه. میخوام بگم یعنی زنگ زدی بپرسی که لج کردید با من؟ من خب بعد باشگاه من زنگ زدن که ما باهاشون صحبت میکنیم که بیان. گفتم اصلا من نیازی به عکس ندارم، من واسه هواداران میخوام، من کسایی که بیرانوند دوست دارن شاید بدونن سر تمرین چه کار میکنه. اصلا میگم رفته سر تمرین، امروز مریض بوده، چی بود اصلا، چرا نرفت سر تمرین اصلا، هستش. من دوست دارم کسایی که منو دوست دارن، خب برای بازیکن‌ها پرسپولیس دوست دارن، دنبال میکنن دیگه. یک هفته وقتی که بیرانوند تو پیج پرسپولیس نباشه اصلا تو تمریناتش، واقعا ناراحتم کرد. متوجه شدم. خب حالا بالاخره این فضا برای شما اهمیت داره. میخوام ببینم که پرسپولیس تو روزهای اخیر